خب نمیدونیم چرا قطع شد. آیا داشتم میگفتم که دیشب داشتم دوباره این صحبت های خانم علی نژاد رو گوش میکردم و واقعا زن خطرناکیه، خیلی زن خطرناکیه و البته خوبه هنوز به جایی نرسیدن، نگاه خودشون انقدر علنی دارن بیان میکنن و هنوز این خانم به جایی نرسیده رسما داره میگه که چرا شما تو بی بی سی حالا میان این همه کارنشناس یکی دو درصد هم کارشناس میارید که از سیاست‌های جمهوری اسلامی دفاع کنه. خانم جان شما فردا به جایی برسید چیکار میخواید بکنید با افرادی مثل ما؟ واقعا حکم ما چیست؟ به خاطر اینکه حالا یک نگاه دیگری نسبت به شماها داریم. و نگاه که چه عرض کنم، شما اصلا چیزایی که دارید میگید اسکولیسم سیاسیه. ما تلاش کردیم بفهمیم، نمیخوایم خانم علی نژاد مثل شما یک موجود احمق باشیم. و خانم علی نژاد اصلا نمیشه به شما پاسخ داد، قربونتون برم، اصلا به شما من باهاتون واقعا دشمنی هم ندارم. قبلا هم از یک سری اقدامات شما میگفتم دمش گرم، حالا بالاخره در یک چارچوبایی لازمه یه تلنگری هم به این حزب الله یا سر حجاب اجباری و اینا بخوره، ولی مسیری که شما دارید میدید دیگه مسیری نیستش که ما شما را نقد کنیم. شما حرفی نمیزنی که در نقد بشی، شما دارید داد و بیداد میکنی، شما یه پارچه فریادی، یه پارچه فریاد بدون پشتوانه منطقی، شما یه پارچه پوپولیستی، شما یه پارچه هرج و مرجی، شما یه پارچه انقلابیگری توتون هست. انقلابیگری هم از سطحی ترین مدل شما انقلابی هم هستی، فقط و فقط دشمنی صرف دارید میکنید. واقعا نمیشه خانم علی نژاد رو نقد کرد، من خیلی رو این قضیه فکر کردم، نمیشه واقعا نقد کرد، چون حرف سیاسی نمیزنه که نقد بشه. ایشون داره هرج و مرج گفتاری ایجاد میکنه تو فضای رسانه‌ای و ته این جریان براندازی امروز به حق خانم علی نژاده. چون شما نگاه کنید مجاهدین خلق و اینا که اینا داستانشون یک روایت نسخه چندشاوری از بحث سیاسی هستن و اینا خب در بدنه اصلی جامعه سالها خیلی وقته، از اون زمان که رفتن پشت صدام دیگه اینا افرادی شدن که دیگه به صورت جدی نمیشه اینا رو پرداخت. و نکته ای که وجود داره جریان رضابازی اینا هم خب در عرصه بین الملل دارید میبینید تهش دیگه رضا پهلوی تو این جریانه که این بند خدا هم میبینی که به صورت جدی ایشون رو قبول ندارن. ایشون هم تهش اینه که بعد بلند شه بره تو کنگره آمریکا دنبال باستن سناتورهای آمریکایی. و خانم علی نژاده که به صورت جدی دعوتش کردن تو نشست داموس با آقای مایک پمپئو، نشست رسمی میذاره، نه نشسته ای که مثلا مثل یارو پسر دلقه که چیه فخر آورده اینا شالاتان هم میرن کنار سناتورهای آمریکایی تو خیابون و یا تو کنگره آمریکا وای میسن اینا که راپلا رد میشن با اینا عکس میگیرن که بگن ما با اینا ارتباط داریم، نه مثل فردی چون فخر آور که یادم کاملا فیکیه. در حقیقت خانم علی نژاد میرم چقدر شارژ دارم تا چقدر میتونم ادامه بدم خوبه. خانم علی نژاد ها اینا افرادی هستن جز معدود افرادیه که به صورت رسمی دارن دعوتش میکنن و ایشون یه استثناءه. خانم علی نژاد یه استثناءه و ته جریان براندازی است که به صورت جدی روش حساب میکنن توی آمریکا. خب ته داستان که خانم علی نژاده که شما توی هر چقدر گوش میکنم من به خانم علی نژاد هیچ چیزی ایشون در چارچوب بحث جدی سیاسی مطرح نمیکنه. ایشون یه مش هرج و مرج و یک سری بحثای پوپولیستی و داد و فریاد داره بیان میکنه که ایشون رو نمیشه نقد درون مایه ای کرد. خانم علی نژاد فقط و فقط میشه نقد روانی کرد. ایشون در چارچوب روانی فقط میشه نقد روانیشون کرد. من کسی رو نمیتونم بالا بیارم، حالا دوستان میخوان بیان شرمندم واقعا به خاطر اینکه هنسفیری ندارم و نمیخوام صدام پخش بشه و جالب نیست صدا بخواد پخش بشه. به هر حال نکته ای که وجود داره خب این استیصالی که ما توی این جریانات داریم میبینیم در حقیقت خیلی امیدوار کننده است که و از اون برم میبینیم که نوع مدل فکری که ما آوردیم تو جامعه ایران گفتیم و با پررویگری هم تونستیم جا براش باز کنیم. میگم پررویگری به خاطر این که
خب خیلی حملات دارن میکردن دشمنان، هر کی دیگه جای من بود صد بار جا خالی میکرد، ولی ما نه تنها جا خالی نکردیم، در همین مقاومت پیشرفت کردیم، قدرتمند شدیم، نفوذ کلام پیدا کردیم و جریانات ایران ستیز رو به یک استیصال و یک شرایط روانی سخت رسوندیم و اینا دیگه نسبت به ما دیگه نقد ده، حتی قبلا هم نداشتن البته، ولی قبلا ها باز تلاش میکنن نشون بدن یه نقد درون مایه‌ای دارن. امروز رسما میگن خوشی مثلا این پسره ناراحتی ماست. خب ناراحتتون باشه، چون چیزی قرار نیست تغییر بکنه، ما هستیم هر روزم، تغییرش اینه که ما هر روز پیشرفت بیشتری میکنیم و نفوذ کلاممون در جامعه جای خودش رو باز میکنه، چون جامعه یه جا خسته میشه از این و خسته شده، بخشای قابل توجهی از جامعه خسته شده از اون روایت‌های مهندسی شده یه بسیار سطحی، بسیار چندشاور شما در فضای رسانه‌ای و اپوزیسیون شرق، اون مدلی که همه چی در دنیا سپید است و همه چی در دنیا سیاه است. حالا اسناد، حالا خدا رو سپاس این کرونا نشون داد که دنیا کجا وایستاده، ایران کجا وایستاده. بازم حتی کرونا که اومده تو انگلیس بیشترین مرده رو داره میده انگلیس، تا الان از که 50,000 نفر تو انگلیس مردن و بازم میبینی عقب افتاده های اپوزیسیون در لیول های مختلف میگن انگلیس خوبه ولی ایران داره مثلا کروناش به این شکل میده و اینها. خب نشون میده شماها در چه جایگاهی هستید و مردم هم در حقیقت دیگه درسته دل به دلتون میدن تا یه مدتی و دادن، ولی دارید میبینید از بدنه تنومندی که قبلا شما داشتید هر لحظه ریزش ها رو دارید میبینید و به بدنه لاغر ما هر لحظه دارید میبینید که خیلی ها دارن جذب میشن و این مدل فکری امروز از زبان افرادی داره در میاد، طرف میتونه مذهبی باشه، چپ باشه، امیددانای زرتشتی باشه، ولی یک نگاه منطقی، یک نگاه دقیق به مسائل سیاسی کشوره که آقا جان ما اسکل شما جنین صهیونیستی نیستیم که شما میخواهید کثافتکاریاتونو در دنیا با نسخه گلوبالیسم انجام بدید. شما حالا تو جنگ داستان پس از جنگ جهانی دوم حالا یه اعتباری یافتید، یه غلطی دارید میکنید، این دلیل نداره که شما بتوانید در حقیقت هر چه میخواید انجام بدید و به این شکل ببرید جلو و توده مردم هم بخوان قبول کنن. اجازه بدید من چند تا کامنت هم بخونم. نه گوشیم نمیافته قربونت برم، من فکر همه چی رو میکنم، یه دونه این تیوپام هم گذاشتم جلو، هم این تیوپای کوچیک برای همین کار بهت نشون بدم. بفرما، دستم میذارم اینجا، گوشیم هم اصلا بخوایم میذارم اینجا رو این یا خب شد اگه هنسفیری داشتم، هنسفیری داشتم مثلا اینجوری میکنم، بیا اینم دستان بالا گوشیم رو آبه ولی میخوام بیارم بالا که صدا بهت، اگه هنسفیری داشتم این کارو میکنم. خب بذارید ببینم که کامنتی اگر وجود داره. نه ببینید وقتی که در برابر این گفتارهای منطقی ما استدلالی وجود نداره، در برابر این گفتارهای منطقی ما اینا در انتها نمیتونن پاسخ ما رو بدن، مجبور حق داره سرش بره تو شورت من میشینه در مورد شورت من صحبت میکنه. نیست چی میخوام بگم، بذارید دارم اون بلکه نور بهتر باشه. بله حقم داره، باید چی کار کنه وقتی که دیگه این جماعت وقتی منطق پاسخ نداری بدی قربونت برم، بایستی دیگه اینا بیافتن که آقا این مدل حرف زدنش، مدل موش، رنگ شورتش، اینجا سوتی کلامی داده، خاک بر سرت کنم دنبال سوتی کلامی منی این همه من حجم محتوایی دارم بیرون میدم و طرف دنبال سوتی کلام. ببین کسانی که دنبال سوتی کلامی هن بایستی از نظر فکری، اقتصادی، زناشویی، موقعیت اجتماعی در این شرایط بسیار نازلی باشن که الان اپوزیسیون وجود دارن. میدونی چرا؟ چون مغز کلام منو کاری نداره، وقتی که من دارم تو برنامه هم صحبت میکنم این دنبال اینه که یه سوتی بگیره، دنبال این گوش میکنه من یه سوتی کلامی بدم، دنبال اون حالا دیگه کاری به اون همه تولید محتوایی که من دارم انجام میدم نداره. اجازه بدید ما اینم یه دونه بزنیم. خب
او مای گاد. دارم کامنت ها رو میخونم و ببینم امید بیکاری یا گرونی هست. بیکاری یا گرونی همه جای دنیا هست دیگه قربونت. متاسفانه این بحثی که شما مطرح میکنید همه جای دنیا هستش به شکل دیگری. خب بذار کامنت ها رو بخونم. آقا کسی رو بالا نمیارم الان. ببین گرونی که شما میگید همه جای دنیا هست. شما بابت گرونی فزاینده در آمریکا و کانادا در سال خیلی ها دارن خودکشی میکنن. البته گرونی در کشور ما یه خورده متفاوته با کشور دیگر، اونم به خاطر دلایل متعدده، به خاطر که ایران رو دارن در تحریم ها نگرداشتن که همینو مردم بگن آقا گرونیه پس مملکت رو بدیم به باد. اینم یه حقیقتیه. خب تنوره هست به این جماعت اهمیتی به آن هاست دیگه. پایزاده ببین حالا برخورد که چیکار کنن دیگه. ببین یکی دوتا نیستن که. ببین امروز بدنه اصلی جامعه حامیان آقای خامنه ای که نیستن. ببین امروز همه اپوزیسیون هن. یعنی شما نگاه کنید همه در تمام جامعه اپوزیسیون شدن، همه مخالفن و تایزاده ها اکثریت جامعه ایرانن. اینم یه حقیقتیه. ما شانس تاریخی که داریم اون بخشی که میفهمه درست اقلیته، ولی قدرت نظامی و قوه قهریه دست اون بخشه و علاوه در چیز نه که تو همه مسائل بخواد بفهمه، ولی در بخش اصلی میفهمه دیگه. و این خب یه نکته ایه که کمک کرده. میگه راجع به گفت هوا فضا بود. خیلی خب دوستان عزیز من با اجازهتون برم دیگه، چون شارژ گوشی من به محاقه. گفتم بیام یه تنی به آب بزنم توی حیات پشتیمون به خاطر اینکه یه مقدار کارهای من خیلی سخته، برنامه‌های من خیلی سخته، خدایش خوره دهنم سرویس شده و حجم مطالعات و اینا خیلی اذیت میکنه. گفتم بعد بیام یه صحبتی هم بکنم اینا. دمتونم گرم. و ته داستان اینه که کسانی که پیام این نوع گفتار و جریان فکری که ما داریم بیان میکنیم و فهمیدن فقط نباید کم بیارن، محکم باید تو مسیر وایسی. در ایزان من کاری به اونایی ندارم که تو شک کن، اینا حوصله تکرارگویی و بحثا رو ندارم. بحثا رو ما داریم تو برنامه جلو میریم. اونایی که فهمیدن تو خانواده بین دوستان بین اطرافیان به هیچ عنوان نباید کم بیارن. این یه حقیقتیه. این کم آوردنه خیلی ناراحت کنه. محکم تو مسیر وایسی. دشمن ما یک دشمن بی همه چیز و خالی از چپ پره، پشتوانه ای نداره. در سنهای 50-60 سال اینا به 30 سال رسیدن. تمام از نظر تمام مبانی و مسائل فکری و روانی و سیاسی و حتی اجتماعی در هر حوزه‌ای که شما بگید اینا به یک فقر عجیبی رسیدن، به یک فقر ماهیتی رسیدن و فقط یه پارچه عقده و جنگ روانی هست. بنابراین اگر جنگ روانی اینا رو بشناسید بعد محل با گذاشتن محل سگ به اینا، حتی محل سگ هم نباید گذاشت و بی محلی اینا سگ محلی این جماعت، چون اینا رو خدا زده. طرف وقتی با موی سپید و با سن بالا و اینا داره مثلا یک حرفایی میزنه یا همین مسیح نژاد، شما فکر نکنید آره الان ویلای آنچنانی داره توی آمریکا، هرچند ویلای آمریکا همه چوبیه ولی به هر حال ویلای آنچنانی داره، درسته. ولی خانم علی نژاد قربونتون برم اینا رو خدا زده. خانم علی نژاد یه خانمیه که اینا دیگه رسما شکست خوردن، اینا رو خدا زده و به ته بازی رسیدن. فقط و فقط کسانی که میفهمن داستان چیه و محکم وایسن توی داستان و کم نیارن دیگه. چون ببینید هم حق با ماست، هم مطالعه با ماست، هم منطق پشتوانه ماست و خوشبختانه اتفاقاتی هم که تو منطقه اینا ما داریم میبینیم یک بازی خیلی بزرگ تمدنی است و ته این بازی تمدنی این ایران است که به یاری اهورامزدا پیروز میدونه. این شما
اصلا بگو چین میخواد ایران رو استعمار کنه یا هر چیزی، چین یه قدرت اوله و به عنوان یه قدرت اول چون میدونه جمهوری اسلامی یک حکومتی است که حالا میخواد بمونه، میاد با ایران معامله، با جمهوری اسلامی معامله میکنه. اصلا به صرف این که چین با جمهوری اسلامی معامله میکنه، یعنی این که تمام روایت های براندازی و اینا یکی از هزاران دلیل میتونه باشه. تمام این بحث های براندازی اینا شوخیه، اینا شوخیه برای که قدرت اول، یعنی واقعا تمام سیستم های اطلاعاتی چین نمیفهمن که تونستن دنیا رو غرق کنن، دنیا رو بتونن بگیرن از نظر اقتصادی، عقب افتاده هایی، چون خانم علی نژاد میدونن که نظام در حال سقوطه. دیشب این زنک میگفت نظام در حال سقوطه. من به این خانم یه چیزی رو بگم، متاسفانه امیدوارم برادرتون آزاد بشه، واقعا من امیدوارم هیچ کی زندان نباشه، ولی اگر قرار باشه برادرتون رو نگه دارن، خواهید دید این 8 سال برادرتون تو زندان خواهد بود، جمهوری اسلامی این 8 سال دیگری که برادرتون تو زندان خواهد بود پا بر جا خواهد بود. این توهم شماست که نظام داره سقوط میکنه، این نگاه شوخی شماست که نظام داره سقوط میکنه. نه، این شما هستید که سالها، خانم علی نژاد، سالهای نوری سقوط کردید. من در مورد سعید قائم مقامی گفتم سکته مغزی کرد، یه عزیزی به نام مازیار کامنت خوبی گذاشته بود، بچه‌ایست که تو آلمان هم بزرگ شده، گفتش که این آقای سعید قائم مقامی، این بنده خدا سالها پیش مغزش مرده بود، الان فقط جسمش به مغزش پیوست. خانم علی نژاد، شماها سالها پیش تموم شده هستید و سالها پیش همون جایی که وارد عرصه براندازی شدید، شما رفتید به محاق سیاسی، به اسکولیسم سیاسی و مسائل پیچیده یا منطقه، اینا رو فقط با یک سری جنگای روانی نکنید، این کارو جوانای مردم رو تحت تاثیر یک سری هیجانات قرار ندید که این جوانای مردم یا بیان خارج از کشور به بدبختی برسن.